پرونده کشته شدن مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد ابعاد گوناگونی رو در بر میگیره، از اپامات فراوان تا موضع‌گیری مسئولان و جناح‌های سیاسی داخل کشور. در این بخش از برنامه میزبان دو مهمان هستیم: حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین، و احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. آقای دکتر نایب هاشم، با شما آغاز کنیم گفتگو رو. پرونده جان باختن مهسا امینی به لحاظ پزشکی و اونچه که بر این زن جوان گذشته ابهامات فراوانی داره و قاعدتا حاکمیت شفاف سازی نخواهد کرد در این مورد. چه تناقض‌ها و ابهاماتی وجود داره در مورد اونچه که مسئولین ادعا میکنن و اونچه که در واقعیت رخ داده و بخش‌هایی از واقعیت به مرور در گوشه و کنار داره رسانه‌ای میشه، از علت مرگ تا اونچه که بیمارستان و برخی نزدیکان خانم امینی روایت کردن تا شکل رسوندن مهسا به بیمارستان و تأخیر محتملی که در مورد رسیدگی اورژانس وجود داره؟ با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما و همچنین مهمان محترم آقای مهرابی، واقعیت اینه که خب جمهوری اسلامی ادعا میکنه که خانم مهسا امینی بدون اینکه هیچ اتفاق خاصی، یعنی هیچ دخالت خارجی وجود داشته باشه، ناگهان قلبشون ایستاده و قرار سکته قلبی کردن و هیچ برخورد فیزیکی و بدنی وجود نداشته. ولی که برخلاف اون شواهدی که لحظه به لحظه روشنتر میشه، از همون عکسی که در ابتدا ما دیدیم و به حال نشون میداد که خونریزی از گوش وجود داره، از بینی و ترشحات هست، اینکه دور چشم کبود هست، اینها علامتی بودند هستند که مسئله ضربه شکستگی در واقع جمجمه رو نشون میده. و خب بعدا سی تی، یک کامپیوتر توموگرافی، یک سی تی اسکن منتشر شد اخیراً، در اون به طور مشخص‌تری نشون میده که در تصویرهای اون چگونه در واقع بافت مغز مهسا لطمه دیده و اینکه در نسج در واقع مغز، در این حال اون استخوان بسیار محکم پس سری که وجود داره در سمت راست اون شکسته. و به حال عکسی که از ریه نشون میده، یکی از ریه ها به هیچ وجه هوا درش نیست و اون یکی که هوا هست بخشیش از اون در واقع اون هم حاوی هوا نیست. یعنی نشون میده که تا چه حد در واقع وضعیت وخیم بوده در ارتباط و وضعیتشون. و در خود عکس سی تی اسکن، عکس مربوط به جمجمه، نشون میده که یک در واقع ورم مغز وجود داره و خب طبیعیه که وقتی ورم مغز بالا بره فشار بیشتر میشه و ناشی از همون چه خونریزی چه برای بالا رفتن ورم مغز، و خب طبیعیه که به بصل و نخاع فشار وارد میکنه و این موضوع باعث میشه که اون مراکز حیاتی مثل قلب، ریه، دستگاه عصبی در ارتباط با اون هست، از کار بیفتن. و خب در مورد مهسا شاهد بودیم که مرحله به مرحله این مراحل پیش رفت. آقای مهرابی، نحوه مواجهه مسئولان و مقامات وزارت کشور تا نیروی انتظامی، معاون امنیتی وزارت کشور که مسئول رسیدگی به پرونده شده، به جای گزارش دادن به نوعی به تهدید روی آورده، برایند موضع‌گیری و اظهار نظرهای مسئولین چه هست؟ آیا کوچکترین نشانه از پیگیری صحیح و شفاف سازی دیده میشه؟ رفتار مقامات در این باره متناقض هست، از جهتی اساساً موضوع را کماکان انکار میکنن، اما از طرف دیگه آقای رئیسی با خانواده مهسا امینی تماس میگیره یا رئیس قوه قضاییه وعده پیگیری میده و اعلام میکنه که همه دوربین ها، حتی دوربین های خصوصی که به هر حال در اون محدوده وجود داشتن، باید چک بشن. اما از جهت دیگه هم هشدار میده که به هر حال وضعیت دشمن که مشخص است، اما گروه های داخلی نباید به این موضوع اعتراض بکنن. و یا یک عضو دفتر رهبر جمهوری اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار جمهوری اسلامی، اعلام میکنه که به هر حال مهسا بهانه است و اصلا نظام نشان است. اینها نشون میده که عملا جمهوری اسلامی هنوز به سیاست واحدی درباره مواجهه با این موضوع نرسیده و در شبیه به دوره دو سه روز اول بعد از شلیک و هواپیمای اوکراینی یا موضوع قطرهای زنجیره‌ای هست. یعنی از جهتی تلاش میکنن که به صورت کلی ماجرا رو انکار بکنن، اما از طرف دیگه فشارها زیاد هست و به هر حال سعی میکنن
با ابراز همدلی فضا را آروم بکنن. مثلا فرمانده سپاه استان کردستان میره به دیدن خانواده مهسا امینی، آقای رئیسی قبل از سفر به سازمان ملل با خانواده او تماس میگیره که بخشش به نظر میرسه برای آمادگی پاسخ به سوالات در آمریکا هست که بگه به هر حال این موضوع رو پیگیری کرده، و بخشش هم برای آرام کردن فضا. اما هنوز سیاست کلی رسیدگی دقیق به این موضوع نیست، چون اگر سیاست این بود به هر حال باید یک سری اقدامات انجام میدادن، حداقل با افرادی که در ون همراه مهسا امیری بودن صحبت میکردن. اما در جهت مقابل شنیده میشه که به نوعی نهادهای امنیتی یا خبرنگاران صدا و سیما به دنبال گرفتن اعترافات اجباری از اونها هستند، یا فرمانده نیروی انتظامی میگه که مهسا امیری در ون شوخی میکرده. اینا نشون میده که هنوز سیاستی نیست که بخوان واقعیت‌های پشت پرده رو یا حداقل بخشی از اونها رو اعلام بکنه. آقای نایب پاشا، مهسا امینی اولین نفری نبوده که در زمان بازداشت توسط جمهوری اسلامی جانش گرفته میشه. موارد متعدد هست، اما بارها مسئولین قوه قضاییه بخشنامه و دستورالعمل صادر کردن در مورد نحوه برخورد ماموران قضایی و انتظامی. اما چرا در عمل جمهوری اسلامی حتی شاید میپسنده به نوعی که برخورد خشن صورت بگیره از سوی ضابطان و ماموران؟ برای اینکه این بخشنامه برای اجرا نیست، برای اینه که در خارج کشور اعلام بکنن که چنین بخشنامه هایی را هم صادر کردن. به زودی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر در ماه اکتبر بررسی میشه، و خب اونجا میخوان صحبت از این بکنن که ما چنین بخشنامه هایی را صادر کردیم. ولی روال معمول در جمهوری اسلامی اینه که خب همیشه بازداشت باز ضرب و شتم همراه هست، و خب ضرب و شتم در خیلی از مواقع به اینجا میانجامه، و در خود بازداشتگاه هم در مراحل بازجویی اگر که زندانی معروف نباشه، شناخته شده نباشه، اونجا با ضرب و شتم مواجه هست. و مسئله تعلل در برخورد با بیمار خیلی وجود داره، در این مورد هم همین هست. مطابق تحقیقاتی که شده 45 دقیقه دیرتر از زمانی که در واقع اون حادثه برای مهسا اتفاق افتاده او رو به بیمارستان رساندن. 45 دقیقه حیاتی، یعنی اینکه ابتدا شروع میکنن و به اون میگوین که تمارز میکنه و به هر حال شاید داره فیلم بازی میکنه، ولی که بعدن پزشک نواردی در اون سطحی که اونجا هست فقط فشار خونش رو اندازه میگرفته، و بعد از اون هم در حال خیلی دیر برو به بیمارستان رسوندن. حتی آقای نایب‌پاشا، من دیدم برخی از کادر درمان بیمارستان کسری اظهار نظر کرده بودن و گفته بودن اگر 10 دقیقه حداقل زودتر میرسید به بیمارستان ممکن بود که تغییری در وضعیت ایجاد بشه. بله دیگه، برای اینکه هر دقیقه ارزش داره در این رابطه، برای اینکه در اون صورت میتونن اقدامات عاجلی رو انجام بدن، جراحی اگر لازم هست انجام بدن، و خب در این مورد قاعدتاً چنین باید می بود، برای اینکه خب قشنگ تصویر نشون میده که چه وضعیتی رویشون داشته، و مشخص میشه که مجموعه این برخوردها انجام نشده. حالا 10 دقیقه 15 دقیقه برای بس سر این هستش که قاعدتاً باید در واقع این زمان حیاتی از دست نمی رفت، و به خصوص باید آموزش ببینن کادر، حالا درمان کادر، در واقع پرسنل نظامی انتظامی، که بلا فاصله وقتی یک شکایتی میشه او رو تمارز ندونن، اونو در واقع اینکه دور فرد فیلم بازی میکنه، شوخی میکنه و غیره ندونن و موضوع رو جدی بگیرن. ما در مورد خودمون در مثلا اورژانس وقتی من در واقع کار میکردم، ممکن بود یه موردی تصور بشه که خب این ممکنه مورد واقعی نباشه، چون فرضاً اون فرد دیروز و پریروزش هم مثلا زنگ زده بود و از یک مسئله شکایت میکرد، ولی ما هر بار اگه صدها بار هم یک مسئله تکرار بشه باید اون موضوع رو جدی میگرفتیم و برخورد میکردیم، چه بسا این بار در واقع مسئله جور دیگه باشه. حالا در مورد زندانیانی که خب بازداشت شدگانی که به هر حال با ضرب و شتم مسئله همراه بوده و قاعدتاً با هم، شما نحوه دستگیری ها رو میبینید که چگونه در واقع اونها رو وارد ماشین پلیس میکنن، چگونه وارد ون میکنن، و به هر حال میبینید که چگونه با ضرب و شتم همیشه همراه است، و تمام کسانی که دستگیر میشوند از این صحبت میکنن که چجوری در مسیر در واقع اینجوری هدایتشون کردن، بدرقهشون کردن، یعنی بدرقه همیشه با بله. فیلم های متعددی هم از برخورد حال گشت ارشاد با
زنان و دختران منتشر شده. آقای مهرابی، جناح‌های مختلف سیاسی و افراد مختلف در داخل ایران موضع‌گیری کردند در مورد کشته شدن مهسا امینی در زمان بازداشت، اما جناح‌ها و افراد نزدیکتر و همراستاتر با حاکمیت آیا موضع یکسانی اتخاذ کردند درباره این مسئله، یا اینکه نوعی تردید در نظر گروه‌هایی که نظرشون همیشه با حاکمیت یکسان بوده وجود داره؟ برای اون بخش هایی که به صورت اساسی در واقع مؤثر هستند در حاکمیت، مثلا روزنامه کیهان یا نهادهای مشابه، همچنان موضعشون انکار این واقعیت هست و اعلام میکنن که به هر حال دیگر افراد مانند اصلاح طلبان یا کسانی که با این موضوع همدردی میکنن یا خواستار برخورد میشن هم به تعبیری همراهی با دشمن میکنن. از طرفی اما رفتار برخی از رسانه‌های حتی وابسته به سپاه پاسداران هم متفاوت است، یعنی در این حال که سعی می‌کنن ماجرا رو انکار بکنن، باز از جهت دیگری سعی می‌کنن خودشون را هم با اتفاق رخ داده همدل نشون بدن. اصل موضوع حجاب هم به هر حال در چند سال اخیر موضوع بحث بوده و مثلا چهره‌هایی مانند مهدی نصیری، سردبیر سابق روزنامه کیهان، هم به صورت جدی به این موضوع انتقاد کردن. کشته شدن مهسا امینی باعث شده که دوباره موضوع حجاب مطرح بشه و یک سری بگن که اساسا نظام داره به خاطر موضوع حجاب ضربه میبینه و مثلا پیشنهادهایی بکنن که دیگه نباید برخورد قضایی بشه، افراد باید جریمه بشن یا مثلا در محل کارشون مورد برخورد انضباطی قرار بگیرن. اما از طرفی گروه دیگری همچنان تأکید میکنن که موضوع حجاب به لحاظ ایدولوژیک و به لحاظ سمبول بودن برای وفاداران نظام مهم هست و اگه جمهوری اسلامی بخواد از این سنگر یا موضوع به تعبیری سبک زندگی عقب نشینی بکنه، طبیعتاً باید در بخشی از حوزه های دیگر هم عقب نشینی بکنه. از این جهت ممکنه که تا مدتی یک سری رفتارها اصلاح بشه یا تا حدودی ترمیم بشه، اما هنوز سیاست کلی جمهوری اسلامی درباره حجاب نیست که بخواد برخوردها رو متوقف بکنه و اگر بنا به اتفاقی هم باشه این موضوع به مرور هست نه به صورت یک باره. آقای دانی باشم کوتاه در حد یک دقیقه، شما امیدی به اصلاح دارین حتی کوتاه مدت؟ نه، واقعیت اینه که تمایل در این جهت دیده نمیشه، فشار کسانی که خواهان اصلاحات معین هستن کافی نیست و در بر همون پاشنه میچرخه که تا کنون چرخیده. البته باید فشارها را افزایش داد و چه فشارهای بین المللی چه فشارهای داخلی و نهایتا ببینیم که وضعیت چگونه است. همین اعتصاباتی که وجود داره در استانهای مختلف کردستان و شهرهای مختلف استان کردستان و دیگر استانهایی که مردم کرد زبان هستن میتونه خیلی تاثیر داشته باشه، به شرط خب تداوم داشته باشه و خب این اعتصابات دانشجویی بسیار گسترده است. آقای مهرابی شما هم کوتاه اگر خواستین نکته‌ای دارین در مورد اعتصابات و اعتراضاتی که در شهرهای مختلف به خصوص استان‌های کردنشین صورت گرفته بفرمایید. رفتار حکومت هم فعلا در مواجهه با این اعتراضات اینه که سعی میکنه اعتراضات رو آروم بکنه، اما از امروز برخوردها خیلی شدید شده، به خصوص در دیوان دره عملا شلیک‌ها به صورت مستقیم و از فاصله نزدیک بوده و به نوعی در مرحله بعدی سرکوب شدید احتمالی تجمعات را شاهد خواهیم. بله، بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، دکتر حسن نایب هاشم و احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. ممنون از شما.